به نام خدا سلام، وقتتان بخیر. به بسته خبری ساعت 10 طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. غیرقانونی خواندن خدمات کنسولی افغانستان در برخی از کشورها، عدم تعامل نمایندگی های سیاسی با وزارت خارجه امارات اسلامی از علت های آن گفته شده است. کنسولی خدمتونه لکه وسایق، تصادق، عدم مسئولیت پانه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدی سټیکر، ویزی سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي. ادامه دیدارهای معاون سیاسی ریاست وزرا در ایران، مولوی کبیر در این سفر از ایجاد روابط با جهان سخن زده و جایگاه حکومت سرپرست در سیاست منطقه و جهان را مناسب عنوان کرده است. اگر امارت اسلامی با دیپلماسی فعال بتواند ارتباطات قانونمند خود با غرب و شرق داشته باشد و تعامل مثبت با کشورهای منطقه باشد، اگر در این سیاست موفق شود، افغانستان در مسیر توسعه قرار میگیرد. کاهش صادرات افغانستان به پاکستان در 6 ماه نخست سال روان میلادی 1,082,000,000 دلار داد و ستد با پاکستان انجام شده. سهم صادرات کشور 329,000,000 دلار گفته شده است. هر وقت با پاکستان تجارت ما، واردات صادرات ما، ترانزیت ما با نورم های بین المللی تجارتی نبودن، متاسفانه تحت تاثیر سیاست بودن. و جان باختن 41 تن در نتیجه رانش زمین در هند. من حامد بهرام هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت خارجه میگوید که فعالیت نمایندگی های افغانستان در برخی از کشورهای اروپایی، استرالیا و کانادا غیر قانونی است و دیگر اسناد صادره از این نمایندگی ها را نمیپذیرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه امارات اسلامی میافزاید این تصمیم از بحر عدم تعامل این نمایندگی ها با وزارت خارجه صورت گرفته و این وزارت در قبال آن مسئولیت ندارد. وزارت خارجه امارت اسلامی فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در 14 کشور اروپایی را غیرقانونی خوانده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه دلیل این تصمیم را عدم تعامل این کنسولگری ها با امارت اسلامی دانسته و افزوده که از این پس اسناد صادره از سوی این نمایندگی ها برای امارت اسلامی پذیرفتنی نیست. در لندن، بلژیم، برلین، بون، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا استازولوی لوری کنسولی خدمتونه لکه وسایق، تصادق، عدم مسئولیت پانه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدی سټیکر، ویزی سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسئولیت نه لري. همزمان با این، برخی از مهاجران افغان مقیم کشورهای اروپایی میگویند که باید سهولت‌های بیشتر کنسولی در کشورهای اروپایی برای آنان فراهم شود. من در واقع خدمات و لطف می آورم، خصوصا در پاسپورت به برخی که در پاسپورت تمدید به بحث که من در نو نوختون و وقتانه کهو این اصل بهتر است که تطبیق شود. در غیر از او ادبای افغانستان در خارج پول خود می پردازن، سند می گیرن، اما وزارت خارجه رو تایید نکنه و در اداره زیره مورد اعتبار نباشه. این هم بی‌اعتمادی است و هم وقت ضایع کردن است و هم مصرف یک تابه میشن. این در حال است که پیش از این سفارتخانه های افغانستان در هلند و اسپانیا از تعاملشان با امارت اسلامی سخن گفته بودند. معاون سیاسی ریاست وزرا در جریان سفرش به ایران از ایجاد روابط سیاسی رسمی امارت اسلامی با برخی از کشورهای دیگر جهان سخن زده است. مولوی عبدالکبیر در دیدار با سفیر امارت اسلامی در ایران و شماری از دیپلمات‌ها و بازرگانان افغان در این کشور افزوده که امارت اسلامی از نگاه سیاسی در سطح منطقه و جهان جایگاه مناسبی دارد.
معاون سیاسی ریاست الوزراء در جریان سفرش به ایران گفته که در آینده نزدیک روابط سیاسی رسمی امارت اسلامی با شماره از کشورهای دیگر نیز آغاز خواهد شد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با سفیر امارت اسلامی در این کشور برخی از دیپلمات‌ها و بازرگانان افغان در تهران افزوده که امارت اسلامی با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواهان روابط مثبت است. محترم مولوی صاحب عبدالکبیر د دوی د ستونزو له ایراني چارواکو سره د شریکولو د ډار تر څنګ هغوی ته بلنه ورکړه سي افغانستان کې سوداګرۍ او پانګونې ته مخه کړي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه مساعده سوې. با گفته معاون سخنگوی امارت اسلامی، مولوی عبدالکبیر در دیدار با وزیر داخله این کشور درباره ارتباط دو جانبه میان کابل و تهران، مسائل امنیتی، مواد مخدر و حل چالش‌های مهاجران افغان در ایران نیز بحث و گفتگو کرده است. اگر امارت اسلامی با دیپلماسی فعال بتانه ارتباطات قانونمندی خود با غرب و شرق داشته باشه و هم تعامل مثبت با کشورهای منطقه باشه، اگر در این سیاست موفق شود افغانستان در مسیر توسعه قرار میگیره. یو دغه میکانیزم جوړ سی چې مشترک اندل تراسی دلته سرمایه گذاری وکړي، ځکه موږ لاغه د ایرانی چارواکو یا له ایرانیانو نه باید زده کړه وکړو او دغو نه باید یو څه دلته راوړو. که یو تاجر راځي، که موږ هغلته یو فابریکه جوړو، د هغې فابریکې خصوصیات څه دي؟ موږ تاجر ته کوم توکي ضرورت؟ این در حال است که روز یکشنبه مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با هیئت همراهش در سفر رسمی 3 روزه از بهر اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه ایران وارد آن کشور شد. سرپرست وزارت داخله در دیدار با چهره های برتر آزمون کانکور میگوید هدف از کسب آموزش باید دفاع از ارزش های اسلامی و ملی باشد. سراج الدین حقانی در این دیدار به دانشجویان توصیه کرده تا از مسائل اختلافی به دور باشند. در همین حال چهره های برتر آزمون کانکور سال 1403 هجری خورشیدی خواهان توجه بیشتر به سکتور معارف شدند. سرپرست وزارت داخله در نشست ستایش از 10 چهره برتر آزمون کنکور سال 1403 خورشیدی میگوید که هدف از کسب آموزش و دانش باید دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی باشد. سراج الدین حقانی در این نشست به دانشجویان پیشنهاد کرده تا از مسائل اختلافی دور باشند و به هدف‌های خود توجه کنند. چیز ما ملت تا یو نکنامی یو افتخار بخی حدودوی راتلون که مستقبل در افغانستان پا یو علیا خدماتو که چی ما خود که پاکوی نظام پا بخید روی ملت تا یو کمیابی ور ببرخ کوی اگه توقعات چی کم تا اگه بیدی تاس نکی تاس دی ملت سرمایه ای. در همین حال چهره های برتر آزمون عمومی کنکور می گویند که امارت اسلامی باید به بخش معارف بیشتر توجه کند. به گفته آنان با جوانانی که از آموزش و تحصیل در کشور محروم اند باید در زمینه کسب آموزش همکاری شود. معارف به بخش نور هم توجه سی او دهواد هغه جوانان او هغه ماشومان چې تعلیم څخه لري پاتې یا دی ناامیده او مایوس شوی دی دوی ته منظم برنامه او پروګرام برابر کی ترڅو دوی هم ته شخصي او درسونه ته راوړځي. پوښمه یې است کې کسانی که در ای امتحان نمرات بیشتر را اخذ نمودن، خصوصا به کسهایی که اول نمره مدارس شدن یا دوم نمره یا پنجم نمره در نمره زمینه بورسیه ها و سکالرشپ ها را به کشورهای اسلامی همچو قطر، سعودی، امارات و دیگر کشورهای اسلامی این در حال است که پیش از این معاون اداری ریاست الوزراء، وزارت‌ها و اداره‌های گوناگون 20 تن از دانش آموزان برتر آزمون عمومی کنکور سال 1403 خورشیدی را با اهدای تقدیرنامه و جوایز ستایش کرده است. رئیس پیشین یونما و رئیس بنیاد صلح ساساکو در دیدار با سرپرست وزارت خارجه از امارات اسلامی خواسته تا به هدف همکاری دو جانبه هیئت را به ژاپن بفرستد. معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که دو طرف در این دیدار و موضوعات چون همکاری چند جانبه جهان با افغانستان و نشست سوم دوحه نیز پرداختند. با این حال رئیس جمهوری پیشین کشور نیز در دیدار با هیئت ژاپنی روابط میان دو کشور را تاریخی عنوان کرده است.
سرپرست وزارت خارجه با رئیس پیشین یونما و رئیس بنیاد صلح ساسکوا دیدار و درباره همکاری های همه جانبه و نشست سوم دوحه گفتگو کردند. معاون سخنگوی وزارت خارجه می گوید که در این دیدار بر همکاری همه جانبه جامعه جهانی با افغانستان تاکید شده و از امارت اسلامی نیز خواسته شد که به هدف همکاری دو جانبه هیئت از امارت اسلامی به ژاپن سفر کند. ضیا احمد تکل می افزاید که در این دیدار سرپرست وزارت خارجه نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان را مثبت دانسته است. افغانستان سره د نړیوال ټولنې په هر اړخیز همکاري ټینګار وکړل او د دوه اړخیزو همکاري په پاره د افغانستان اسلامي امارت پلاوي ته جاپان هیواد ته د سفر رسمي بلنه ورکړه. در سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در دیدار با رئیس پیشین یونما و سفیر ژاپن برای افغانستان از همکاری ژاپن با مردم افغانستان قدردانی کرد. داسی ناست دی امارت اسلامی لپاره یو فرصت ده ترسو وکولی سی هغه ناخوالی هغه ستونزی چی دی نړیوالو دی امارت اسلامی ترمنز دی د ژاپن یا د نورو هیوادونو په وسیله هواری کی. کچیر تا ژاپن وغواړي صادقانه ډول باندې دلته په صحی بخش کې ترڅنګ دلته هغه اموزشی یا تدریسی یا هغه زده کړو بخش کې هم ګڼ شمېر لاسته راوړنې درلودلې شي یا ګڼ شمېر مرستې کولی شي همکاري کولی شي. زما تر انده پورې اته د دوی وسه توان هم لري چې دا د افغانستان دغه تحصیلي بنیادونه یا دولتي یا شخصي مکمل دوی تمویل کړي. این در حالی است که پیش از این سفارت ژاپن از کمک 10 میلیون دلاری این کشور برای کشت بدیل به دهقانان در افغانستان خبر داده بود. وزارت صنعت و تجارت میگوید که از ماه جنوری تا ماه جون سال روان میلادی برزش 1.82 میلیارد دلار داد و ستد با پاکستان انجام شده که سهم صادرات کشور 329 میلیون دلار بوده است. بر بنیاد اطلاعات این وزارت صادرات به پاکستان در 6 ماه نخست سال در مقایسه با 6 ماه سال پار میلادی 31% کاهش یافته، اما واردات 11% افزایش یافته است. شماری از بازرگانان خواستار رسیدگی به چالش هایشان از سوی امارت اسلامی هستند. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیلانس صادرات و واردات آن یکسان نیست. صادرات از افغانستان بیشتر به کشورهای جنوب آسیا صورت میگیرد که از این میان پاکستان از شرکای مهم اقتصادی افغانستان به حساب می رود، اما چالش ها در تجارت با این کشور سبب شده تا میزان صادرات کاهش یابد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1 میلیارد دلار داد و ستد با پاکستان انجام شده که از این میان 329 میلیون دلار آن را صادرات تشکیل می دهد. هر وقت پاکستان تجارت ما، واردات و صادرات ما، ترانزیت ما با نورم های بین المللی تجارتی نبودن، متاسفانه تحت تاثیر سیاست بودن و هر چقدر که سیاست خراب شود با مو اندازه وضعیت خراب میشه. از سوی هم شمار از بازرگانان میگویند که برای افزایش صادرات به پاکستان نیاز است تا چالش هایی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود. از رهبری امارات اسلامی خواهش داریم که مشکلات ما را در این زودی حل بکنند. موسم صادرات است، تاجرای ما دهقین ما بسیار زیانمند شدند و راه های بدیل به خاطر صادرات پیدا بکنند تا ما بتوانیم اقلام زراعتی خود بعد از پروسس به کشورهای بدیل صادرات بکنیم. پاکستان چارواکو بار بار مونږ سره وعده کوي کله چې مونږ د محصول کمو کم نه کړو، خو د مونږ د قضا د مونږ له دولت نه چې مونږ ته لاره د بدیل جوړه کړي او یا د پاکستان په ټول محصولاتو باندې ګمرکات جي کېدو هم هغوی چې نه کموي نو باید افغانستان ورباندې محصولات جي کړي. این در حال است که پیش از این رسانه های پاکستانی گزارش دادند که واردات از افغانستان به پاکستان در سال مالی 2024 میلادی در مقایسه با سال 2023 میلادی 40% کاهش یافته است. امروز 3 جولای برابر است با روز جهانی پیکار با قاچاق انسان. همزمان با این روز سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگویند با وجود تلاش های جهانی هنوز هم 1/3 قربانیان قاچاق انسان کودکان هستند. در همین حال امارت اسلامی نیز میگوید شهروندان کشور بیشتر در بیرون از کشور به دام قاچاقچیان میافتند و آنان تلاش میکنند تا با فراهم کردن فرصت‌های شغلی در داخل کشور از این مسئله پیشگیری کنند.
سیوم جولای با روز جهانی پیکار با قاچاق انسان برابر است. برخی از شهروندان کشور که تجربه رفتن به گونه قاچاقی به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه و منطقه را دارند، از سختی ها و بدی های این مسیر این گونه حکایت می کنند. سر است، مثلا در یک ماشین 20-25 بار می زنه، دیگر برای تاب نمیرسه، نون نمیرسه، همه مشکل دیگه همینه دیگه. مشکلات شده ده، علت نه دیر مشکلات دی. در مرگ بوده، مرگ خطرم. در همین حال امارت اسلامی نیز میگوید که شهروندان کشور بیشتر در خارج از کشور به دام قاچاقچیان میافتند و امارت اسلامی در تلاش است تا با ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور از این مسئله پیشگیری کند. از این ناحیه ما نگران هستیم، با کشورها هم صحبت شده و در افغانستان هم تلاش‌های نهایی خود داریم تا جوانان از افغانستان بیرون نشن، کاربرشان کاریابی صورت بگیره. همزمان با این روز سازمان بین المللی مهاجرت و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگویند که با وجود تلاش های بین المللی هنوز هم یک سوم قربانیان قاچاق انسان را کودکان تشکیل میدهند. سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی جهان 3 جولای را به عنوان روز جهانی پیکار با قاچاق انسان نامگذاری کرده است. ادامه خبر ده پس از وقفه. با ادامه خبر ده خوش آمدید. مسئولان محلی هرات میگویند صدها دکان صرافی بی جواز در این ولایت مسدود شدند. با گفته آنان این صرافی ها از چند سال به این سو به گونه خودسرانه فعالیت دارند و اکنون باید جواز فعالیت بگیرند. از سوی دیگر شماری از صرافان در یک گرد همایی در برابر ساختمان مقام ولایت در شهر هرات خواهان باز شدن دکانهای صرافیشان هستند. قفلی که بر دروازه یک دکان صرافی در بازار مرکزی صرافی شهر هرات زده شده است. صدها دکان صرافی در شهر هرات به علت نداشتن جواز فعالیت از سوی حکومت مسدود شدند. بانک مرکزی ماها پیش به این دکانهای صرافی گفته بود که باید برای ادامه فعالیت از این بانک جواز بگیرند. در هرات شما میفهمیم که مارکت های زیاده، در حدود 10-12 مارکته که اینا خودسرانه همه طبقات صرافی هایی شده. از چند سال بی طرفه که اونا فعالیت صرافی میکنن هیچ مجوز نداشتن دیگه، تعداد از اینا به ما نامعلومه. فکر میکنم در هر مارکتی 100 تا 200 تا یا 50 تا 70 تا همین دکان ها هست. مسئولان محلی هرات میگویند که این دکان ها سالها میشد که بدون جواز کار خودسرانه فعالیت داشتند. ده جوازونو که دل آقا ارین سویدی نو چوب چه جواز ناخه طبعاً به دو حکومت دخواست قانونی برخورد ور سرکیجه. ده ها تن صرافان به دنبال مسدود شدن دکانهای صرافیشان اینجا در برابر ساختمان ولایت در شهر هرات گرد آمدند. دولت بعد هم چکنه، بعد جواز چکنه داشته باشه، اونده بعد اونده داشته باشه، بیایم سرما از اینا بررسی کنه که واقعا اینا 100 لک توانه 113 لک دارم یا ندارم. سر به خود بسته کردم، همه چکران مردم 30 سال سابقه دارم اینجا، زندگی خوب همه صرفی صرف کرده. موزه چه وقت یا حواله چیه میوازی در ایران حواله لرم په هرات ولایت که په دو ولسوالوی که زما سرمایه 500 میلیون تومانه نده چه پیوی رو پی تومانه 15 لک افغانی کشی او حقا صرف چه 1 میلیون دلار سرمایه لری ای ازا و حقا سر برابریو دا خو هیچ نده. مسئولان محلی در هرات میگویند که هدف از جبر شدن جواز فعالیت برای دکانهای صرافی جلوگیری از قاچاق پول به بیرون از کشور، حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و قانونمند ساختن فعالیت دکانهای صرافی است. بر بنیاد تصمیم حکومت هر صرافی مکلف است که مبلغ 6 میلیون افغانی نزد بانک مرکزی ضمانت بگذارد. همچنان فعالیت صرافان دستفروش در کشور ممنوع اعلام شده است. تا لحظات دیگر برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. برنامه جهانی خوراک در گزارش میگوید که در 9 ماه گذشته برای بیش از 260 هزار افراد آسیب پذیر در افغانستان کمک کرده. در گزارش نهاد آمده که این کمک ها به ارزش 3 میلیون و 200 هزار دلار است که
بیشتر در بخش‌های مواد خوراکی هزینه شده. رئیس برنامه جهانی خوراک برای افغانستان میگوید امنیت خوراکی در افغانستان در مقایسه با سال‌های 2021 و 2022 میلادی بهبود یافته است. از سوی هم شماری از آسیب دیدگان میگویند در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگر به کمک نیاز دارند. رویدادهای طبیعی در سال روان خورشیدی بیشترین آسیب را برای مردم وارد کرده است. بارانهای شدید، سرازیر شدن سیلابها و تندبادها در شمار از ولایت‌های کشور در کنار تلفات جانی، خانه، زمینهای کشاورزی و دامهای باشندگان را در بسیاری از ولایت‌ها نابود ساخته است. شماری از آسیب دیدگان از امارت اسلامی و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که برایشان کمک‌های لازم را فراهم بسازند. پالینا مگره تو بردن یک نه دیست سه خونه مگره، سه عقل مگره، عقل های در اگره ده دوازده تنم یه مشپر ها و سنگ و لای و ندکی لر میکنه هم ممنا گره توانی ما نیسته گره بکنیم و جور کنیم و زیرش خراب شده گیسته و یا بلاش هم تخریم میشه یا امارت اسلامی همی خواهیش ما نمیسته که اگم کمک و همکاری و اگم رسیدگی با ما بتانم. همزمان با این برنامه جهانی خوراک در گزارش میگوید که در 9 ماه گذشته برای بیش از 260 هزار تن از افراد آسیب پذیر کمک کردند. مسئول ارتباطات این نهاد میگوید که بیشتر کمک ها را در ولایت های بادغیس، بامیان، فرا، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کاپیسا، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پکتیکا و اروزگان هزینه کردند. پروگرام غذای جهان با استفاده از کمک 3.2 میلیون دلاری بانک انکشاف اسلامی به بیش از 260 هزار اشخاص نیازمند در 9 ماه گذشته کمک های اضطراری ارائه نموده است. پروگرام غذای جهان نزدیک به 4000 متریک تن مواد غذایی از جمله آرد گندم غنی شده، دال نخود، روغن نباتی تقویت شده و نمک به خانواده های نیازمند در 16 ولایت توزیع نموده است. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که تلاش دارند تا کمک های بیشتر را برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی فراهم بسازند. ما با نهادهای بین المللی در ارتباط هستیم، همچنین با تاجران ملی و میخواهیم که در ارتباط با اعمار کلینیک ها و همچنین احیای زراعت و جاده ها و همچنین جلب و جذب کمک ها به هموطنان آسیب دیده خود از سیلاب ها کمک و همکاری نماییم. بر بنیاد اطلاعات برنامه جهانی خوراک این نهاد در سال 2023 میلادی برای 18.6 میلیون تن در افغانستان کمک کردند. ادامه خبرها از تولو نیوز. ریاست معارف فاریاب میگوید که کار ساخت 8 باب مکتب دخترانه و پسرانه به هزینه 118 میلیون افغانی در این ولایت آغاز شده. با تکمیل شدن کار ساخت این مکتب ها دست کم 3000 دانش آموز دختر و پسر در فاریاب دارای سرپناه معیاری می شوند. باشندگان فاریاب میگویند که در 2 دهه پسین به علت نبود مکتب در مناطق دوردست این ولایت بسیاری از کودکانشان از آموزش محروم ماندند. کار ساخت 8 مکتب در ولسوالی های قیصار، المار، پشتونکوت، چلگزی و شهر میمنه فاریاب آغاز شده است که تا 6 ماه آینده به پایان خواهند رسید. از این ساخت این مکتب ها 118 میلیون افغانی است که سوی کشور نروژ پرداخت می شود. باشندگان فاریاب ساخت این مکتب ها را در کاهش چالش های دانش آموزانشان سودمند دانسته می گویند که در 2 دهه پسین به علت نبود مکتب در این مناطق کودکانشان از آموزش باز ماندند. ما اشخاص همسایگانی در اینجا داریم که 4-5 اولادش کلان شده در مرحله کمال رسیده اما بی سواد است. بین دو قریه این مکتب ایمار شده رایست انشاءالله یک افتخار بر دو قریه است. ما اینمی منطقه ما، مردم ما کلان بیسواد است. اولادای ما از تشنه مکتب بود، تشنه علم بود. ما از 28 مکتبی که در ارسالی المار داریم، تقریبا 10 مکتبش چی نداره؟ تعمیر رهایشی نداره، یعنی در حالت که در خانه کرایی، در زیر خیمه، در زیر سایه درخت ها درس میخوانند. وقت اول بچه ها به مسجد، به خیمه ها زیر خیمه های آفتاب سوزان درس میخواندن. مشکلات ها و پرامله ها بسیار بود.
از سوی هم ریاست معارف فاریاب از تلاش ها به هدف انکشاف متوازن و فراهم ساختن زمینی آموزش های معیاری در این ولایت سخن می زند. ما امروز شاهد تدابگذاری حدود 8 مکتب در سطح فاریاب هستیم که انشالله در یک و دو روز این مکاتب تدابگذاری می شود. 118.4 میلیون افغانی بودجه است از طرف مؤسسات همکار تمویل می شود. انشالله این مکاتب ما مدت 6 ماه کاری انشاءالله به خاتمه میره به سر میرسه. بر بنیاد معلومات ریاست معارف فاریاب هم اکنون در این ولایت 498 مکتب وجود دارد که حدود 305,000 دانش آموز در این مکتب ها سرگرم آموزش هستند. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی 17,000 تن گندم به ارزش بیش از 1,500,000 دلار از کشورهای گوناگون به افغانستان وارد شده. سخنگوی وزارت میگوید که بیشترین واردات گندم از کشورهای پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، روسیه، قزاقستان، هندوستان، ترکمنستان و امارات متحده عربی صورت گرفته. از سوی هم شمار از کشاورزان در کشور از افزایش گندم خرسند هستند. با توجه به اینکه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از افزایش 13% حاصلات گندم در کشور خبر داده است، اما میزان حاصلات گندم در برخی از ولایت ها کاهش و در برخی از ولایت ها افزایش یافته است. به گونه مثال در ولایت مرکزی دایکندی میزان حاصلات کاهش یافته، اما در ولایت شمالی فاریاب حاصلات گندم افزایش داشته است. از پارسال اگه ما گندم بال نکردیم، مثلا ما 3-4 جری بال می‌کردیم، 200-300-400 سر گندم میشد. مون تا گندم خوب بود، او خوب بود، آخر تخم خود پورا نکدی، اگه فاده گرفت که سرخه اومگه، زردی. این سال حاصلات گندم فضل خدا خیلی خوب بود، بارانم خوب بود، ولی بازار خوب نیست. یک بازار خوب باشه انشالله ما حاصلات راضی هستیم. در این میان مسئولان در امارات اسلامی میگویند که افغانستان از رهگذر تولید گندم تاکنون نتوانسته به خود بسندگی برسد و همساله مقدار نیاز گندم خود را از کشورهای همسایه و منطقه خریداری میکند. واردات گندم افغانستان از کشورهای ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، هندوستان، ترکمنستان و امارات متحده عربی صورت گرفته که در سال 1402 به مقدار 372,000 تن به ارزش 20.6 میلیون دلار و در ربع اول سال جاری به وزن حدوداً 17,000 تن به ارزش 1.6 میلیون دلار می باشد. پس ورل سوادرم کال کی د هیواد په کچه شاوخه پر 2.4 میلیون هکتار زمکه غنم کرل سی، چې له دغه کروندو څخه به تر 15 میلیون میټریک ټن زیات حاصلات راټول سی. در سوی دیگر اتاق زراعت و مالداری از بازرگانان و مسئولان در امارات اسلامی می خواهد که به جای آرد در کشور گندم وارد کنند تا سرمایه گذاری که در بخش آسیاب ها در کشور صورت گرفته است به هدر نرود. گندم واردات کنند بدیل آرتی یک کار بسیار نیکی است، چرا که میلایی که در افغانستان آسیایی که امروز استاده است رقابت کرده نمیتونند. تعرفه گمرکی آرت بسیار پایین است. امی تاجر ما که هیچ سرمایه گذاری کردین امروز سیلوهایشان استاد است مرکزی آسیایشان. بر اساس آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، افغانستان سالانه به 6.9 میلیون متریک تن گندم نیاز دارد و این وزارت تلاش می‌ورزد تا برای رسیدن به خودکفایی، ساحات کشت و تولید تخم‌های اصلاح شده گندم را گسترش دهد. یک دختر با ایجاد یک کارگاه ساخته‌های دستی در شهر هرات به ده‌ها زن و مرد فرصت کار فراهم ساخته. بیشتر دختران و زنان محروم از مکتب و دانشگاه در این کارگاه کار می‌کنند. بخشی از ساخته‌های دستی این زنان و دختران به ایالات متحده آمریکا، کانادا و آلمان صادر می‌شود. این کارگاه خیاطی چشمه درآمد و روزنه امید برای شماری از زنان و دختران شده است. پریسا الهامی پس از محروم شدن از کار در یک مؤسسه این کارگاه را فعال ساخته است. 25 تن در این کارگاه مصروف به کار شدند. لباس گند افغانی، کیف‌های چرمی و گلیم از تولیدات اصلی این کارگاه است. بخشی از این تولیدات به ایالات متحده آمریکا، کانادا و آلمان صادر می شود. ابتدا کار را از خانه خیلی کوچک با هزینه خیلی کم کار را آغاز کردیم و استپ به استپ الحمدلله کار گسترش شدیم و برای فعلا در چندین بخش فعالیت داریم. بیشتر دختران شاغل در این کارگاه دختران محروم از مکتب و دانشگاه هستند.
همچنان برخی از زنان و دختران به دنبال محروم شدن از کار در نهادهای داخلی و خارجی به این کارگاه ساخته های دستی پیوستند. زمانی که آمدم کارگاه خوشبختانه همون روحیم خیلی خوب شده و دوباره امیدوار شدم با آینده و با آینده کاری خود. خوشحالم که این کارگاه به وجود آمده، فرصت این به وجود آمده که ما فعالیت داشته باشیم و در اینجا کار کنیم. با گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، به علت نبود محدودیت بر فعالیت‌های بازرگانی زنان، علاقه‌مندی زنان و دختران به ایجاد کارگاه‌های ساخته‌های دستی افزایش یافته است. دلیل علاقه‌مندی خانم‌ها به تجارت یکی که حمایت میشن و هیچ محدودیت در قسمت تجارت وجود نداره و در اخیراً حضور خانم‌ها در نمایشگاه خارجی هم خوشبختانه پررنگ شده. در نزدیک به 3 سال پسین علاقه‌مندی زنان و دختران به ساخته‌های دستی در هرات افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات، در 3 سال گذشته شمار زنان متشبث در این ولایت از 200 تن به 715 تن افزایش یافته است. بیشتر از 80% این زنان متشبث در کارگاه‌های ساخته‌های دستی سرمایه گذاری کردند. هزاران زن و دختر در این کارگاه ها مصروف به کار هستند. برای تنگی تاشقرغان در ولسوالی خلم ولایت سمنگان که یکی از مسیرهای مهم میان حوزه شمال و پایتخت کشور است، برای بسیاری شهروندان و ویژه مسافران در این مسیر مکان امن گردشگری به شمار می رود. بازارچه تنگی تاشقرغان نیز از پرفروشترین بازار در مسیر کابل شمال است که مسافران و گردشگران از آن برای خانواده ها و دوستانشان به عنوان تحفه خریداری می کنند. جاده مهمه که از دل این کوههای بلند می گذرد به تنگی تاجقرغان معروف است و در ولسوالی خلم ولایت سمنگان موقعیت دارد. این دره در هر فصل زیبایی های خاص خودش را دارد و توجه هر رهگذر را به خود جلب می کند. کوههای بلند، هوای معتدل و بازارچه‌ای که فراورده های گوناگون کشاورزی و باغداری در آن بشمارند و فروشندگان نیز از این رهگذر درآمد خوبی دارند. توت، تلخان، حلوای کنجد، نان روغنی و قرود در بازارچه تنگی تاجقرغان از پرفروشترین های این بازار به شمار می رود. قرود اینجا، قرود زیاد نام دارد، قرود اینجا. این چیزا می برند، انجیر خشک می برند. وقتی که انجیر خشک باشه، انجیر خشک، خربزه خشک، این چیزا را زیاد مردم ها به خاطر سوغا. همیشه اون روز مردم فقط به شاسا دگشت از دیگه، هر سوکی چکر می رو، هر سوکی می نیزی گارم برامی. یه زیاد نمی علبا، نبا، شرپره، قرود. یا مسیر از مزار که حرکت کنه یک دمراسه که نگه ایران نداره که ایستاد نکنه. شماره از شهروندان کشور که به اینجا می آیند با گرفتن عکس های یادگاری و خوردن خربوزه لحظات زندگیشان را ماندگار می سازند. تنگای در مزار تنگای دیر شد زایدی برد کندار سراغلی شد میلی زایدی شد اکسو در پار زایدی دکاندارانش این صفدار خلق دی دیر شا آواز شمیل منواز خلق دی دیر شد زایدی. نسبتاً به اون زمان بسیار تغییرات آمده. تغییراتش هم مثل که بچه ها در ساحیات می او بازی است، کسی که توفه میگیره تلخان اینجا پیدا میشه، نانای فرمایشی است و خرود است و بادام است و همه چیشی است. اون زمان اینجا دکان و قدر نبود. وقت جای دیدنی است و دکاندارای عزیز که از بازار کسته، اصلا ما مسیر طرف کابل است دیگه، کسایی که از این مسیر گذشت میکنن به خاطر یک نوشابه خوری و دمرستی دیجا برای یک چند دقیقه استاد میکنن. تنگی تاجقرغان در ولسوالی خلم ولایت سمنگان افزون بر داشتن مناظر زیبا و جاذبه های طبیعی، انار، انجیر، انگور و بادام نیز از دیگر فراورده های باغداری در این ولسوالی است که در فصل تابستان و خزان در کنار این جاده به فروش میرسد. بازار فروش خربوزه آقنبات در جوزجان رونق یافته است. آقنبات نوع خاص از خربوزه است که در جوزجان کشت می شود و افزون بر علاقمندان در داخل کشور خریداران خارجی نیز دارد. ریاست زراعت آبیاری و مالداری جوزجان می گوید این خربوزه از طعم خاص برخوردار است که به بیرون از کشور نیز صادر می شود. خربوزه که یکی از میوه های مشهور کشور است، بیشتر در ولایت های شمالی کشت می شود. بر اساس معلومات تنها در ولایت جوزجان 26 گونه خربزه کشت می شود که آقنبات، سبزه، گرگک، زنبورچه، ارکانی، امیری و علپچاق از مشهورترین خربزه های این ولایت به شمار می روند.
بهرام الدین 37 ساله باشنده ولسوالی آقشه جوزیان میگوید در سال روان خورشیدی در 20 جریب زمین خود خربزه آقنبات کشت کرده است. به گفته او خربزه آقنبات به علت طعم خاصی که دارد افزون بر بازارهای افغانستان به کشورهای هند و پاکستان نیز صادر می شود. در حدود 20 جریب زمین خربزه آقنبات کشت کردیم. خربزه آقنبات خربزه است که در وجودی که در داخل کشور خیلی خریدار خوب داره، ولی خارج از کشورم پاکستان میره، مثلا از پاکستان در طرف هندوستان هم میره. شماری از فروشندگان خربزه در جوزجان میگویند که به علت بارندگی های موسومی فراورده های خربزه آقنبات در این ولایت افزایش یافته و باشندگان ولایت های گوناگون کشور نیز به هدف خرید و انتقال این خربزه به این ولایت میآیند. این خربزه را آقنبات که میبینین از کشت خود ما، دهقانی خود ما، خود ما زحمت کردیم اینه کشت کردیم، اینه تا همه قدسم دمه قسمار اینه رساندیم، بسیار خربزه معتبر. کابل میره، میمنه میره، هم خویاخ از همونجا میایه، میبره از همونجا، توفه میبره، از هر طرف بیایه همونجا یک استاد میشه آقنبات میپاله. ریاست زراعت و آبیاری جوزجان میگوید که این خربزه از طعم خاص برخوردار است و افزون بر علاقمندان در داخل و بیرون از کشور نیز صادر می شود. خربزه آقنبات یکی از خربزه های مشهور ولایت جوزجان می باشد که حاصلات این نوع خربزه در ولایت های افغانستان و بیرون از کشور نیز صادر می شود. بر بنیاد معلومات ریاست زراعت و آبیاری جوزجان در سال روان خورشیدی در 8340 هکتار زمین آبی و للمی در این ولایت خربزه کشت شده است و بر اساس پیشبینی ها 116220 تن خربزه به دست خواهد آمد. پزشکان در شفاخانه ولایتی بامیان از افزایش بیماری اسهال در مرکز و ولسوالی های این ولایت خبر می دهند. آنان در نزدیک از آغاز ماه سرطان امسال تاکنون بیش از 5000 کودک و نوجوان را زیر درمان قرار دادند. خانواده های برخی از این بیماران میگویند که به علت فقر و بیکاری از تأمین مواد خوراکی سالم و درمان کودکانشان نگران هستند. این بخش درمان کودکان در شفاخانه ولایتی بامیان است. پزشکان در این شفاخانه میگویند که همزمان با بلند رفتن درجه گرما، بیماری اسهال همراه با استفراغ در میان کودکان و نوجوانان در مرکز و ولسوالی های این ولایت افزایش یافته است. همچنان بر بنیاد آمارهای آنان، از آغاز ماه سرطان امسال تاکنون 5432 تن کودک و نوجوان به شمول مرکز و ولسوالی های بامیان از بخش های ولایت های بغلان، میدانوردک و قرنیز به هدف درمان این بیماری به شفاخانه ولایتی بامیان آمده اند. در همین فصل گرما به تعداد 5432 مریض AWD و یا اسهالات ما داشتیم که اکثریت از این مریض ها از مرکز بامیان مراجعه کردن به شفاخانه ولایتی و در ضمنش از ولسوالی های بامیان و ولایت های همجوار. گرمی بیش از حد هوا، رعایت نکردن نکات بهداشتی، انتقال ویروس ها و فقر و ناداری خانواده ها از علت های اساسی بیماری اسهال گفته شده است. حفظ صحی محیطی، سطح اقتصاد جامعه، نوعیت تغذیه طفل، بسیاری طفل هست که سوی تغذیه است، سوی تغذیه ایمیون دیفیشنسی دارد، زودتر به هر مرض مصاب می شود. معمول سبب از این ویروس روتاست و فعالیت از این ویروس دوای گرم زیاد می شود. دیگه آدم مرات نمودن حفظ صحت، حفظ صحت این مرات نمی شود. آبی برنج برای طفلش بده، دیگه کیله، ماست، دیگه غذایی که شیرین باشن، چرب باشن، آب یخ باشه، این چیزها رو برای طفل باید در وقتی که اسهالات می داشته باشه نده. خانواده های برخی از این بیماران می گویند که به علت فقر و بیکاری از تامین مواد خوراکی سالم و درمان کودکانشان نگران هستند. زندگی اوقع بهتر نیستن دیگه، درمان بیرون از شفاخانه نمیتونیم که ما بیم. بازم شخصا اگر در دیگه مردم بگیم با زندگی ها فرق دارد. به گفته پزشکان، افزون بر بیماری اسهال و استفراغ، کودکان زیادی نیز به بیماری سرخکان و سوی تغذیه مبتلا شده اند و اکنون در این شفاخانه زیر درمان قرار دارند. شماری از بافندگان قالین در بدخشان میگویند که تولید قالین در این ولایت افزایش یافته، اما نبود بازار برای فروش یک چالش جدی است. آنان از مسئولان در حکومت سرپرست خواستار بازاریابی برای فروش این تولیدات هستند. اما ریاست صنعت و تجارت بدخشان میگوید که کار ساخت یک مرکز بازرگانی فیچه بانوان در این ولایت جریان دارد.
این کارگاه قالین بافی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان موقعیت دارد و در آن نزدیک به 70 بانو سرگرم قالین بافی هستند. این بانوان میگویند که تولیدات قالین نسبت به سالهای پسین افزایش یافته، اما نبود بازار مناسب برای فروش و مرکز شستشوی قالین از چالش‌های جدی فرا راه آنان به شمار می‌رود. مشکلات زیادی وجود دارد در بخش بازار قالین هم قخوم نیست در اینجا و دستگاه های شستشوش هم نیست در بدخشان. دیگه ما با مشکلات زیادی وجود رو برستیم اگر که چیز باشه، مثلا دستگاه های شستشوش در اینجا باشه و بازاری داشته باشه، یک تولیداتی ما خوب به فروش میره. میخواییم که از امارت اسلامی میخواییم که یک زمینه ای را ایجاد کنه که برای ایجاد کنه و یک بازاری باشه که ما تولیدات خود در اونجا باید به فروش برسانیم. خاص من امارت اسلامی است که یک بازاری باشه که تا اینا بریم به فروش برسانیم. روی آوردن دختران بازمانده از آموزش به بافت قالین از علتهای بنیادی افزایش تولید این ساخته دستی در بدخشان گفته می شود. کاری ما که رشد است همین دخترها رشد کرد. این دخترها بسیار زیراک و چالاک و میفهمند گراف و نویشتر و هم مگیشه. 100% کاری ما یعنی پیش رفت که دخترها مراجعه کن در پیش مالی فوق العاده یاد گرفتن، کاری ما 100% رشد کردن. ریاست صنعت و تجارت بدخشان اما از تلاش ها به هدف بازاریابی ساخته های دستی این بانوان و ایجاد یک مرکز بازرگانی ویژه بانوان در این ولایت اطمینان می دهد. انشاءالله در آینده نزدیک ریاست صنعت تجارت به این موضوع جدی کار کسی است، مارکت هم پیدا میکنه و بخش های نمایشگاه هم دایر میکنه و دایر هم کده بود. دیگر نمایشگاه در هر ماه انشاءالله تصمیم داریم که در هر ماه یک بار دوبار موضوع متشبثین به نمایش بگذاریم. بر بنیاد آمارهای ریاست صنعت و تجارت بدخشان، همکنون بیش از 1000 بانو در 15 ولسوالی این ولایت سرگرم کارهای بازرگانی هستند و این روند رو به افزایش است. پس از آغاز روند پروسه تغییر رنگ موترهای تاکسی در ولایت‌های زون شمال شرق، تا اکنون 800 موتر تاکسی در 5 ولایت از رنگ قبلی به فیروزه‌ای تغییر رنگ دادند. مدیریت ترافیک کندوز میگوید که نزدیک به 6000 تاکسی در این ولایت‌ها فعالیت می‌کنند و قرار است تا ختم سال روان تغییر رنگ این موترها پایان یابد. شماری از رانندگان عملی‌سازی این برنامه را در منظم ساختن فعالیت‌های ترانسپورتی و تأمین امنیت اثرگذار می‌دانند. مدیریت ترافیک ولایت کندز میگوید که پس از آغاز روند پروسه تغییر رنگ موترهای تاکسی در ولایت های کندز، بغلان، تخار، بدخشان و سمنگان تاکنون 800 موتر تاکسی از رنگ قبلی به فیروزه تغییر رنگ دادند. به گفته مسئولان در این اداره، آنان تلاش میکنند تا ختم سال روان خورشیدی 6000 موتر تاکسی که در این ولایت ها فعالیت دارند کار تغییر رنگشان به فیروزه ای به پایان برسد. د شپږ زره ټیکسیان نه مونږ اته سواره د دې ته تر اوسه پورې مو تغییر د رنګ کړی دی او دې تغییر د رنګ نه د قندوز ولوس او نورو ولایتو ولوسونه ډېر زیات خوشحاله دي او رضایت د خپل ښیي. مراجعین یک بار به ترافیکي مراجعه میکنن، بعد از اینکه از اونجا امو پروسیجر اداري خود تعیین مرحله کردن، باز میان د قدم دوم پیش ما و ما اینجا او را داخل سایت خود داخل میکنیم به مؤسساتی که بر رنگ برامون معرفی شده و ما اساس ما پیش میریم. از سوی هم شماری از رانندگان عملی سازی این برنامه را در منظم ساختن فعالیت های ترانسپورتی و تامین امنیت اثرگذار می دانند. بخاطر که موترهای تاکسی رنگ شود از شخصی ها تفکیک شود و هر موتر به بندبار سواری را بردن نتانه، این رنگ تاکسی برای ملت هم خوب است معرفی می شه. یک نفر مشکل می داشته باشه می تانه آزادانه تاکسی را دست بده و مشکل شرف اتنا پروسین ارزښت زیات خوشاله ولې چې دا موټر مز منګه یو رنگ بل رنگ واغسته مخکې به ګډ وډ یو رقم بل رقم اوس غوند یو رقم یو نظم ډیر خاصتخ کړی دغه بندر پیخ خاصتخ کړی وروره سپیش کړی ولې بشو خوب شو دا پښتر کې بود موټرای لاین او موټرای کار او موټرای غریبیش مولونه ودی ولې معلوم شو یول معلوم شو کله کې مردم از پیش ازی خوش هستن بشو خوشگزار هستن موټرای لاین معلوم شو غریبی معلوم شو مردم سره کار شو. این در حال است که پس از تصویب تغییر رنگ تاکسی های شهری از سوی کابینه حکومت سرپرست در ماه ثور سال 402 خورشیدی، این روند در بخش های گوناگون کشور به ویژه کابل پایتخت آغاز گردید و مسئولان هدف از تغییر رنگ تاکسی های شهری را جلوگیری از نامنی، فساد و ربایندگی عنوان کردند.
و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتون سپاسگزارم. تا دار دوباره با کشف رسون بخیر. خدا نگهدار.